خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 11 ماه دسامبر سال 2015 میلادی و برابر است با 20 آذر ماه 1394. اجازه بدید من همین اول برنامه یه عذرخواهی کنم از دوستمون آقای منوچهر فرهاد که من هفته پیش وقتی که پیام ایشون رو پخش کردم، میدونید میگن در مثل مناقشه نیست، ولی با وجودی که این رو میگیم، ولی خودمون هم اگر یه کسی مثالی بزنه که ما رو به اصطلاح به کسی تشبیه کرده باشه که آدم خوبی نیست، ناراحت میشه. من اون روز وقتی صحبت کردم، ایشون توی پیغامش در رابطه با برنامه آتش سوزی سینما رکس و عکس العمل شاه و خانواده شاه صحبت کردن، من گفتم که یه مقداری از این صحبتایی که من از دیگری شنیدم و اینها که توی ایرانی و توی ماها رسم شده بهش میگن حدیث، حتی دین اسلام هم پر از این حدیث ها هست که معلوم نیست درست هست یا نه، از اینها پرهیز کنیم و بیشتر به اصطلاح صحبتامون رو اولا جایی که نبودیم و ندیدیم خیلی ساده بگیم ما نمیدونیم، نبودم، نمیدونم. جایی هم که بودیم سعی کنیم تا اونجایی که میشه اون صداقت و امنیت رو در امنیت نه به اصطلاح امانتداری رو رعایت کنیم. ولی من چون وقتی که صحبت میکردم گفتم که این ماجرایی که اینجوری هست من رو یاد آقای دکتر نوریزاده میندازه که ایشون هم بعضی وقتا میگه که بله همین دیشب آقای خامنه ای داشت به همسرش اینو میگفت، انگار که این آقای نوریزاده حتی توی لحاف دوشک آقای خامنه ای هم هست و اینها. آقای فرهاد یه مقداری از من دلخور شدن، ولی با اون بزرگواری و محبتشون به من گفتن ضمن این که از تو دلخور هستم، ولی از نسبت یا از مقدار دوستی به اصطلاح علاقم به تو کم نمی کنه. من از شما ممنونم، از شما عذر میخوام، امیدوارم که پوزش من رو بپذیرید. و امروز هم یه پیامیشون گذاشته پخش میکنیم در رابطه که در رابطه با اون هنرپیشه یا ورزشکار، من گفتم فوتبالیست، ایشون گفتن که این آقای راک که حالا اسم فامیلش رو بعد بهتون میگم، قبلا گویا جزء این گلادیاتورا بوده. خیلی ما آدمای بدبختی هستیم که هنوز تو قرن 21 و اینها گلادیاتور داریم. میدونید که گلادیاتورها وقتی که شاهان و اینها ورزش و تفریح و اینها نداشتن، از اینها مثل حیوانات وحشی استفاده میکردن، اینها رو مینداختن به جون یکدیگر جنگ میکردن و اونها اون بالا نشسته بودن شراب میخوردن و خوش میگذروندن و اینها. بعد بعضی وقتا اینها رو با حتی حیوانات وحشی شیر و نمیدونم پلنگ و اینها هم مینداختن توی اون اصلا اون ایتالیا، اون قسمت کلاسیوم که قسمت نمایش بزرگش هست، همون موقع اون رومن ها این کارو میکردن، مینشستن اونجا و این انجام میدادن. گویا این آقایی که ما گفتیم اون روز دستگیر شده به خاطر این که یه نفر گزارش کرده که این آقا داره قرص میده به یه کسی دیگه و اینها، فکر کردن قرص و مواد مخدر و اینهاست، پلیس میاد و میگیره و اینها، بعد آزاد میشه چون این قرصا آزاده و قرصایی که آزاده شما میتونید به دیگران بدید، ولی قرصایی که با نسخه است و ممنوع است و اینها نمیتونید حتی قرصای خودتون رو به کسی دیگه بدید. مواظب باشید توی مهمونی ها یکی میگه سرم درد میکنه، نمیدونم میگرن دارم، فوری دست نکنید تو جیبتون بگید ای منم میگرن دارم، این قرصا رو دکتر به من داده، بیا دو تاشم برای شما، اگر یه اتفاقی براش بیفته میتونن بیان دنبال شما. در صورت این آقا گویا نقش گلادیاتور رو اینها رو داشته و آقای منوچهر خان هم به خوبی توضیح دادن و با هم برنامه رو وقتی که داریم این 90 دقیقه رو با شما هستیم اون رو هم براتون پخش میکنم. و اما یک کتابی یا یک نوشته‌ای هست به نام من و امام زمان. ممنونم هم آقای آریانپور این رو لطف کردن فرستادن، هم دوست شیرازیمون علی آقای نازنین، و این رو به عنوان بازتاب ظهور حکایت من و امام زمان نوشتن که تاریخ نگارش 19 اردیبهشت
1388 نوشتن 3881 فارسی، بعضی وقتا میپره این ورور، ولی اصلا مهم نیست، چون ما ایرانی ها یکیمون به تاریخ شاهنشاهی 2574 میگیم، یکیمون با هجری قمری میگیم، یکیمون با هجری شمسی میگیم، یکیمون با میلادی میگیم، یکیمون با زرتشتی میگیم، یکیمون با تاریخ 7000 ساله میگیم. یعنی ملت آزادی هستیم، هر کاری دلمون میخواد بدون هیچ قید و بندی انجام میدیم، هیچ کم نیست که جلومون رو بگیر. اصلا کی میتونه جلو ایران رو بگیره؟ و ایرانی هنر همیشه نزدش بوده و بس. بعضی هم میگن هنر نزد ایرانی هست و بس، یعنی دو تا بس که بزنی تازه هنرمند میشه. این دوست عزیز میگه که این مقاله رو به صورت گفتار سال 2009 در یه برنامه ای در یک رادیویی پخش کردن. خب نازنین من، چی شد؟ حاصلش چی بود؟ چند نفر بهشون پیوستن؟ چند نفر باهاشون همرادیف شدن؟ اصلا همگام شدن؟ آیا مگه اینها راهی رو میخوان برن که کسی باهاشون همگام بشه، همگام نشه؟ برنامه‌ای دارن؟ هدفی دارن؟ هیچ، فقط وقت تلف کردن و الی آخر. خب یه مقاله دیگه هست از یکی از این نشریه‌های کالیفرنیا و خیلی جالبه، ایران شهر، فکر کنم ایران شهر مسئولش شرکت کتاب و آقای خلیلی باشه. حالا یه وقت در این رابطه ازشون سوال میکنم. ماشاءالله فعالیت ها زیاده، هر کسی میاد. یادتونه که تلویزیون ها قبلا از بس درآمدهای زیادی داشتن از دبی و این ورون، یه تلویزیون کافی نبود، هر یه نفری که میمد یه تلویزیون میزد، شماره 1، 2، 3 موزیک، آهنگ، ویلم، اینها رو هم اضافه میکرد. حالا گویا این دوستان هم در کار روزنامه و نشریه نوشتن، مخصوصا اگه نشریه قرار بشه رو اینترنت باشه که هیچ خرج چاپ کردن و اینها هم نداره دیگه، فبه ها. ولی ماجرایی که من میخوام در رابطه باش صحبت کنم آقای مازیار بهاری هست. گویا ایشون دیروز در یک جلسه‌ای، در یک انجمنی، در یک محلی که قرار بوده فیلم ایشون رو نمایش بدن یا پروموت کنن، گفته که تنها به شرطی به ایران باز میگردم که ضمانت کنن دستگیر نخواهم شد. ببینید دوستان، میدونید که ما توی فارسی میگیم که کرم پنیر از خود پنیره، یا از اون بدتر میریم میگیم که نمیدونم کسی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. اگه شما رفته بودی توی ایران از کانادا، همسرت رو هم که حامله بوده ول کردی رفته اونجا، اونها گرفتنت، به ناحق انداختنت زندان، بعد تمام سازمان‌های بین‌المللی، تمام این تلویزیون‌ها، حتی ما هم هی گفتیم که بابا هر کسی رو چپ و راست نگیرید، بهشون بگید که این جاسوس و اینها، بالاخره شما شانس آوردی زنده آزاد شدی. آمریکایی‌ها میگن شما به من دروغ گفتی، خجالتش برای شما. بار دوم اگه به من دروغ بگی و من قبول کنم، خجالتش برای من. یا اگه گول من بزنی، بار اول خجالتش برای شما. بار آخه آقای بهاری، یعنی شما واقعا فکر میکنید اگر آخوندا امروز که 11 دسامبر هست و هوا انقدر خوبه که آدم باورش نمیشه، فکر میکنه مارچ و اینها، یعنی فکر کنه ایام عید خودمون هست، شما اگه اینها بهتون قول بدن که شما بیا ما نمیگیریمت، بلند میشی زن و بچه رو ول میکنی، خداحافظ عزیزم، میری اونجا؟ خب وقتی که ژورنالیست ما، روزنامه نگار ما آقای مازیار بهاری باشه، دیگه از من چه انتظاری؟ حالا یه ضرب المثل بزنم که آقای منوچهر فرهاد قبول کنه که در ضرب المثل مناقشه نیست. وقتی که مازیار بهاری، یا میگفتن وقتی که شتر بود به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. وقتی که آقای مازیار بهاری برای یه فیلمی که ساخته، که حالا تو اون فیلم هم یقش گرفتن که آقا تو جاسوسی، حالا لابد اگه برگردی یقتو میگیرن که آقا ما به تو لطف کردیم، محبت کردی، شربت آبلیمو و بهلیمو و سکنجبین و چلو کباب دادیم، تو رفتی اونجا گفتی به ما بطری پپسی و کانادا دادن، این که نشد، حالا بیا برو زندان. باور میکنی اینا رو و میری؟ اگه باور نمیکنی چرا دروغ میگی؟ اگه باور میکنی، سوال من اینه، آیا ما به فرد ساده لو، آمریکایی‌ها میگن نایو،
زود باوری مثل تو باید اطمینان کنیم. از ایشون خواستم که بیاد اگه وقت داشته باشه با ما یه مسابقه بکنه. معمولا اینا از دست من در میرن، چون من عادت ندارم که اگه کسی مهمونمون هست ببخشید نمیدونم سگ نازی آباده میگن غریب خودی رو میگیره حالیش نمیشه، ما یه جورایی مثل اون هستیم و وقتی یه کسی میاد اگه برادرمون هم باشه یه چیزی رو بگه که یا قلوب باشه یا دروغ باشه بهش میگی بابا تا الان من صبر کردم ولی از این بعد من صبر نمی کنم. یه دوستی داشتیم باز یادش بخیر روانش شاد، آقای اسحاق بختیاری، وقتی که با هم تو آلمان بودیم با یه دوست دیگه وقتی صحبت میکردیم و اینها بهش میگفت که ببین شما هرچی دروغ بگی من ازت قبول میکنم تا وقتی که بگی من از همسرم نمیترسم، از همسرم حساب نمیبرم، اون وقتی که من میگم با اجازتون من برم کار دارم ول میکنم میرم. حالا این هم ماجرای ماها شده. و اما باز هم اون عذرخواهیمو از آقای منوچهر انجام میدم، امیدوارم ایشون بنده رو ببخشه. و آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر ویدیو ارسال کردن، بنایی ایشون تموم شده، ویدیوها رو مثل قبل روز پنجشنبه ارسال میکنن. الحمدلله ما در تلویزیون مردم اونجوری که بهائی‌ها خواسته بودند که ما سازمان ارشاد و وزارت فرهنگ و سازمان نظارت بر مدیا را بندازیم نکردیم، هر کسی میتونه هر برنامه‌ای بخواد داشته باشه تا اونجایی که طبق قوانین آمریکا و کانادا به اصطلاح ما رو به دردسر نندازه. شما میتونید برنامه داشته باشید از اول تا آخرش درباره من صحبت کنید، درباره دروغایی که من گفتم، قول و وعده و وعیدهایی که من به مردم دادم و همش یکی پس از دیگری خطا بوده. اون برنامه رو ما پخش میکنیم ولی به خودمون حق میدیم که در رابطه با اون برنامه صحبت کنیم. و اما آقای مهدی ذوالفقاری عزیز ضمن اینکه امروز خبرهای روز رو فرستادن که اون رو هم بهتون نشون میدم و من از دوستان خواستم اگه کسی مایل هست خبرها رو بخونه، حتی یه جوری به صورت پروفشنال به اصطلاح به صورت رسمی اون رو ما پخش میکنیم اینجا، بابتش پولی هم نمیخوایم، به این شرط که ایشون هم یه تعهدی داشته باشه که هر روز یا هر دو روز یه بار اینها رو به روز کنه، نه اینکه ما خبرهای مال 20 روز پیش رو پخش کنیم و باعث بشه همین هفته بیننده هم که داریم در برن و از ما فراری بشن. و اما ایشون یه مقاله رو فرستاده، بذارید من بهتون نشون بدم که فکر نکنید ما خدایی نکرده یه چیزی رو کم و زیاد میگیم و به قول معروف اغراق میکنیم. حالا این تصویر رو ما چجوری تو این بگنجونیم خودش بحثی هست که کار حضرت فیله. نه درست شد، وقتی که فکر کنیم همه کاری رو میتونیم انجام بدیم. گفت آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. حالا ما هم به اتفاق مغزمون اگر همکاری کنه میتونیم این رو تنظیمش کنیم، اندازش رو و به شما نشون بدیم. نوشته ترس حتما بخوانید و به اشتراک بگذارید. چشم. این رو یه فیسبوکی به نام دهه 50. اگه آقای ذوالفقاری این دهه 50 اون دوستانی باشه که با آقای دکتر منوچهر رزمارا هم مصاحبه میکردن و اینها حتی تفاوت دهه و قرن و هزاره و نسل و اینها رو هم نمیدونن، اصلا نوشته های اینها رو باید بندازیم تو سطل آشغال. ولی بعضی وقتا مهم نیست، نوشته های همینها رو هم آدم بخونه که یه بحثی بتونی از داخلش در بیاری برای دوستان بازش کنی. این نوشته خوبی نسبت نوشته که ما ایرانی ها یک ترسی داریم که همزاد ماست، یعنی از روزی که به دنیا میاییم با ما همراه است و وقتی خارج از کشور میاییم این ترس بیشتر به چشم میآید و تا مدتی اذیتمان میکند. بعد کم کم با زندگی در فرهنگ جدید این ترس برطرف میشود. این ترس یک نگرانی کلی از عدم پیشرفت کارها، احتمال وقوع مشکلات و مسائل پیشبینی نشده، بروز ایراد در سیستم کاری، عدم دریافت به موقع نامه‌های مهم، از دست دادن مهلت‌های مهم،
کمبود منابع، بدشانسی و ده‌ها مورد دیگر است. استرس در چهره من موج میزند، نکند فلان اتفاق بیفتد، نکند فلان کس که مورد فلان مسئله فلان جور که در مورد فلان مسئله فلان جور فکر کرده باشد. و بیشتر این ترس ها فارغ از منشأ های روانی درونی ناشی از زندگی در شرایط نابسامان و لرزان فرهنگی اقتصادی محلی است که در آن رشد کرده ایم و بزرگ شدیم. خب این مقاله یه مقداری طولانیه، ما عادت کردیم همونجوری که این دوستمون میگه با ترس بزرگ بشیم، عادت کردیم هم هر چی میخوایم بنویسیم حتما دو صفحه باشه، چون معلم انشا گفته بود که اگه از دو صفحه کمتر بنویسید بهترین نمره‌ای که من بهتون میدم 15 است. پس اگه از میخوای 15 به بالا بگیری باید دو صفحه بنویسید. در قسمت پاراگراف آخر این نامه یا ایمیل یا مقاله ایشون نوشته که برای همین است که با دیدن پلیس میترسی، انگار خلافی یا جرمی مرتکب شدیم. اولا دوست عزیز، با آلمانیا، با اروپایی، با آمریکایی، با همه مصاحبه کردن، همه اونها گفتن خود به خود آدم وقتی که پلیس رو میبینه یه ترسی تو وجودش ایجاد میشه. حالا دلیل شاید توی ماها بیشتر باشه که از روزی که بچه بودیم گفتن اگه این کارو بکنی میگم آجان بیاد بگیره ببرت، تا چون حکومت ها دیکتاتور بوده، آجان میمده میگرفته میبردت کلانتری، پاسدار میمده میگرفتت، کمیته میمده میگرفتت و الی آخر. ولی اروپایی هم که مادرش بهش نگفته میگم پلیس بیاد بگیره ببرت، چون به خاطر فیلم ها و اینها، با وجودی که پلیس ها آدم های خوبی هستن، مجری قانون هستن، ولی یه ترس خاصی مردم دارن. دلیلش هم اینه که شما یا اونها وقتی اینا رو میبینن روی جاده ها، حتی وقتی اگه دارن با سرعت درست میرن سرعتشون رو دوباره چک میکنن، کنترل میکنن که حتما درست باشه. پس این ترس تو وجود همه هست. ولی بیاید ایشون نوشته که موقع سفر انواع دعا و نذر و نیاز را بدرقه امان میکنن، انگار قرار است حادثه ای پیش بیاید. بله قربان، این روزا که هر کسی میره معلوم نیست برگرده، هواپیماش منفجر بشه، هواپیماها به خاطر سرویس های بعدشون توی اقیانوس بیفتن، شما خوراک کوسه بشی. و توی همین آمریکا من یادمه، هنوز الان دیگه ندیدم جدیدن، هر وقت ما میخواستیم پرواز کنیم یه دوستی من داشتم یه $10-$20 اونجا فرم پر میکرد میداد، میگفتم این چیه، میگفت این کاغذه الان اگه من از بین برم $100,000 میدم به زن و بچم. گفتم والا اینا رو قبول نکن، تو این پوله رو انداختی، این کاغذم انداختی، ولی اینا اینقدر حالا صادق و امانتدار هستن که برن به همسر شما و به بچه‌هات بگن که بابای شما این بیمه رو خریده. تقریبا یه جورایی مثل بیمه ابوالفضل بود، چون اگر کسی واقعا ترس از مسافرت مجبورش نمیکرد این بیمه رو بخره، خب از قبلش بیمه میخرید، اینجا بیمه هایی هست شما میخرید، همسرت هم نسخش رو داره، کپیش هم داره، بچهت، همسرت، وکیلت میدونه که اگر یه اتفاقی بیفته کجا مراجعه کنن، شرکت بیمه تون چی هست و چه نیست. و اما در همه کارها استرس داریم، حتی وقتی برای تفریح خوشگذرانی جایی میرویم، یه کار معمولی اداری یا بانکی میخوایم انجام دهیم، همش نگرانیم نکند به مشکلی بر بخورد و اینا. خلاصه این همونی که گفتم، اصل ماجرا اینه که میخواد بگی که ماهای ترس و نگرانی داریم. ولی جالبترین نکتهش اون آخرش هست که شما زیر این مقاله، یه بار دیگه بهتون نشون میدم، زیر این مقاله اسمی نمیبینید. یعنی همین آقا یا خانومی که آمده با روانشناسی یا روانکاوی من و شما و جامعه ایرانی رو زیر ذره بین گذاشته، خودش یادش رفته که خودش هم جزو ماست. و حتی توی آمریکا، توی اروپا که این مقاله رو نوشته میترسه اسمش رو بنویسه، حتی یه اسم دروغ. اینا که همه شدید شما کورش کبیر بنویس، حالا کورش هخامنشی، ولی اسم ننوشته. از آقای ذوالفقاری سوال کردم که این از چه کسی است و اینها، ایشون گفت که والا من هم نمیدونم، فقط فکر کردم که به کار برنامه میخوره برات فرستادم. و اما استیون هاوکینز که میدونید اون البته دیگه الان نسبت ما جوونه، اون جوونی که خیلی نابغه بوده و اینها، فکر کنم در اثر یه زمین خوردن کلن زندگیش عوض میشه. الان یه فلجی هست که روی این صندلی‌های چرخدار هست،
قدرت صحبت کردن نداره، با کامپیوتر صحبت میکنه و اینها، ولی هنوز هم شوخی میکنه، جوک میگه، هنوز هم ازش فیزیک دانه ای. این نوشته ها و اینها رو داره، وجود خدا رو زیر سوال برده بود، گفته بود نفی کرده بود اصلا. حالا اینجا آقای علی شیرازی برامون یک مقاله ای رو فرستاده، برخورد دو اندیشه، پروفسور استیون هافکینز و آقای هوشنگ معین‌زاده، جالب و خواندنی. پیشنهاد میکنم لینک زیر را باز کنید و آن را مطالعه کنید. چشم، ما این کارو کردیم و این لینک هم از همون صفحه ایرانیه که باز و ولنگ هست و به هیچ وجهی ما نمیتونیم روی این کامپیوترمون نشون بدیم، مگر اینکه به صورت، هیچ سایزی نداره، به صورت آزاد اینجوری براتون نشون بدم یه قسمتشو که خیلی هم جالب نیست چون خیلی ریز میشه، ولی خب داشته باشید و بدونید که ما به اصطلاح بی خود نمیگیم. نوشته که استیون هافکینز عکسشو گذاشته، این آقایی که میبینید بنده خدا اصلا کج و موبت شده دیگه، چون سالها روی این صندلی نشسته و اینها، و اینم آقای هوشنگ معین‌زاده خندان و شاد، نوشته که هماهنگی علم و اندیشه، نوشته هوشنگ معین‌زاده. دیدگاه استیون هافکینز درباره آفرینش جهان در کتاب طرح عظیم و دیدگاه هوشنگ معین‌زاده درباره آفریننده جهان در کتاب به نام وصیت‌نامه خدا. من سعی میکنم این رو توی ویکند بخونم، دو روز آخر هفته و روز دوشنبه در این مورد صحبتی داشته باشیم. اگر کسی هم هست که میخواد در این مورد صحبت کنه، کارشناس هست، نظری داره، خوشحال میشم که مهمان برنامه ما باشید و به اصطلاح با هم برنامه بهتری رو داشته باشید. و اما امروز یک نوشته ای از آقای بهرام مشیری به دست من رسید که این هم جالبه برای اونهایی که به خاطر این برنامه تیراندازی در فرانسه و کشته شدن 100 و چند نفر و تیراندازی در کالیفرنیا و این ماجرایی که الان آمریکایی‌ها خیلی تندرو شدن، همون موقع رفتن اسلحه خریدن، اینها جوک براشون میگن، میگه بابا تگی یه نفر با اسلحه اومد تو رو کشت که شما نباید بری اسلحه بخری، ماکسیمم اگه میخوای یه چیزی بخری برای دفاع باید جلیقه ضد گلوله بخری. این آقای تریور نوا، کسی که آمده جای جان استیو جان کجا رفتی آقای جان استوارت، به جای جان استوارت اومده، این هم داره جای خودش رو در این برنامه‌های کمدی باز میکنه، جوان بسیار لایقی هست. ولی نوشته آقای مشیری میگه که روز جمعه 13 نوامبر جهان غرب سرمست از پیروزی در مأموریت نابود کردن آدمکش شماره 1 داعش بود، فردی که به نام جهادی جان مشهور شده بود، به زبان انگلیسی خیلی روان صحبت میکرد و در جلوی دوربین ها سر جوانان بیگناه را از تن جدا میکرد و سپس خنجر را به طرف بیننده های جهان غرب حواله میداد و میگفت نوبت شما هم خواهد رسید. آن روز تلویزیون ها مشغول پخش خبرهای مربوط به آن بودند که به ناگاه فاجعه حمله گروهی تروریست اسلامی به پاریس اتفاق افتاد و به کشته شدن 129 نفر انسان بیگناه و زخمی شدن 400 نفر دیگر انجامید. سیاستمداران جهان غرب در شناسایی ریشه افکار این تروریست ها دچار اشتباه می شوند. حقیقت مطلب این است که این گروه ویرانگر نیز بخشی از شعبه های اسلام هستند و برخلاف آنچه بعضی سیاستمداران مصلحت اندیش عنوان می کند، حرکات و اعمالشان نیز کاملا اسلامی است. البته من می خواهم از آقای بهرام مشیری تفسیری هم بنویسند درباره اون مسیحیایی که میرن این کلینیک هایی که کمک میکنن به زنها، مخصوصا زنهای جوانی که ناخواسته حامل شدن، اینا در رابطه با اون هم بنویسن و از ایشون خواهش میکنم حتما کلمه مسیحی رو پشت سر هر یک باری که اینها میگن ایشون بنویسه. بله، این رو آقای بهرام مشیری 13 نوامبر نوشته و آخرین پاراگرافش میگه کشتار ایرانیانی که از چنگ آدمخورانی چون خلخالی فرار کرده بود به کشور فرانسه پناه
هنده شده بودند با قتل شهریار شفیق در پاریس آغاز شد. این ترورها ادامه پیدا کرد و سپس به قتل تیمسار اویسی، رضا مظلومان، دکتر برومند، دکتر بختیار و دیگر ایرانیان شرافتمندی که جان پناهی در کشور فرانسه تهیه کرده بودند انجامید. ولی برای دولت فرانسه انگار تفریح بود، چون در آخر کار قاتلها را معامله کردند. در بین ارتشیان آمریکا فرانسوی ها به ناجوانمردانگی اخلاقی مشهورند. جنرال جورج پاتون آمریکایی گفته بود که من حاضرم با 4000 سرباز آلمانی روبرو شوم، ولی 3 نفر فرانسوی پشت سر نداشته باشم، چون آنها دوستانی هستند که از پشت خنجر میزنند. میدونید که فرانسوی ها بعد از اون جنگ جهانی دوم و اینکه آمریکا اونجا رو آزاد کرد و اینها، یه بدهکاری به اینها دارن و آمریکایی ها همین به اصطلاح ناجوان مرد بودن فرانسوی ها رو همیشه توی چشمشون میزنن و میگن یا توی سرشون میزنن. از طرفی فرانسه همیشه منت بزرگی داره به مردم آمریکا که ما بودیم که با اون آقای فرانکلین و اینها کمک کردیم تا شما از قید انگلستان به اصطلاح آزاد بشین و از این کلونی بودن به صورت یک کشور جمهوری در بیاین. خلاصه معامله اینه که اینها به هم بدو بسون داشتن، حالا سر کی کم داده کی زیاد داده چی داده با هم دارن چونه میزنن و ببینیم که نتیجهش چی میشه برای مردم جهان. و اما اجازه بدید این اخباری رو که گفتم، آقای ذوالفقاری لطف میکنن با دوستان و همکارانشون، خیلی کار مشکلیه دوستان این خبرها رو اینجوری آماده کردن و گذاشتن. ایشون میگه اخبار برگزیده پیام محمد ملکی به خانه همبستگی مهر به مناسبت نامگذاری درخت آزادی و حقوق بشر در کل به نام او و نرگس محمدی. این رو هم 20 آذر که همین امروز هست ایشون فرستاده و 52 صفحه خبر هست. من خودم 52 صفحه خبر نمیخونم. شما چی دوستان؟ آیا این دوستان به نظرتون باید اینها رو خیلی مختصر کنن و برای من و شما بیان به صورت فقط خلاصه اهم اخبار بگن، یا اون مشروع مهمهاش رو بگن یا چیز؟ مثلا اینجا نوشته وزیر بهداشت ایران احتمال شیوع موج دوم آنفولانزای خوکی وجود دارد و نامه خانواده زندانیان سیاسی به روحانی به وضعیت عیسی سحرخیز و محمود بهشتی رسیدگی کنید. بعد اینجا نماینده ولی فقیه افراد سینه چاک ولایت را برای مجلس انتخاب کنید. این گفته. و اون آقای کروبی که میبینید اون بالا سرمو رو گنده، نمیدونم این عکس جدیدشون باشه یا قدیمی باشه، ولی گویا ایشون باز هم جراحی داشته و خیلی از این آقایون کله گنده، این وقت میگی کله گنده اون وقتا به درجه و مقام بود، الان به عمامه ها هست که عمامه هاشون چقدر باشه. یکی دیگه از دلیلی که این آخوندا گردن کلفت هستن، یادم اون وقتا کسی که میخواست کاراته کار کنه یا ورزشی که احتیاج به سرعت داشت، به پای خودش یه بسته هایی رو میبست که پر از شن بود، اینا سنگین بود و شما اینا رو میبستی راه میرفتی میدویدی، وقتی اینا رو باز میکردی میتونستی یکم حالت پرواز داشت. و این آخونده حالا به غیر از این که شکمهاشون گندن از بس چلو کباب و مال مفت میخورن، گردنهاشون هم کلفته از بس این عمامه‌ای که میذارن رو سرشون سنگینه و مجبورن نگهش دارن، درست مثل همون ورزش گردن اینها گردن کلفت میشن. حالا یه چند تا از این کله گنده ها رفتن و دلجویی کردن از آقای کروبی، ولی این وسط صحبتی از یار ایشون آقای موسوی نیست و ببینیم که چه خواهد شد، چون روحانی گفته بود اینها هم آزاد میشن، البته نگفته بود که. و اما امروز یک نفر از دوستان یک پتیشنی رو ارسال کرد. من ضمن اینکه این پتیشن ها رو خودم امضا میکنم، برای این و اونم میفرستم، ولی بعضی وقتا باور دارم که پتیشن درد ما رو درمون نمیکنه. ممکنه قرص آسپرین باشه برای یک کسی که سرطان گرفته الان مریض، امروز سردرد داره، یه ساعت سردردش خوب کنه، ولی این دوای سرطان نمیشه. من حتی در رابطه با
اون پتیشنی که نیاگ پر کرد و ما هم امضا کردیم و با سناتورامون تماس گرفتیم، گفتم من فکر میکنم که الان آمریکا در یه شرایط حساسی قرار گرفته و تندروها تونستن به مردم بقبولونن که شما جونتون در خطره و بهترین کار این هست که اسلحه بخرید. این NRI National Rifle Association NRA رو ثروتمندتر کنید و از اون ورم تندروها دارن به قول معروف چهار نعل جلو میرن. اینجا نوشته که This call is off the record and not intended for press purposes. میگه که ما این رو به صورت چیز فرستادیم برای دوستان و منظورمون این نبوده که بخوایم به عنوان یک خبر یا یک فراخوان از استفاده کنیم. در هر صورت می‌نویسه که You are invited to participate in. میگه که شما دعوت میشید که بیاین روز دوشنبه 14 دسامبر. من اول خوشحال شدم، فکر کردم ما رو دعوت کردن بریم وایت هاوس، بعد فهمیدم نه خیر، باید اون روز زنگ بزنید از ساعت 11 صبح تا چیز. شایدم یه کنفرانس کالی هست، وایت هاوس ریلیجیس لیدر انتی دیسکریمینیشن کنفرانس. میگه که موضوع برنامه اینه که وایت هاوس بگیم که برای مذهبای مختلف تبعیض قائل نشید. اتفاقا آقای سعید سلطانپور بود یه عکسی رو گذاشته بود که آقای اوباما داره با یکی از این مسئولین یهودی اون مناره چه نه تا شاخه داره، شمعای نه شاخه جادویی، اون رو روشن میکرد و این میگفت آقا مگه قرار نیست که دولت آمریکا استیت از چرچ یا حکومت از مذهب و دین جدا باشه؟ چگونه است که اون کنارش که درخت کریسمس، این ورش هم که اینو گذاشتی، خب فردا هم لابد مسلمانو میگه یه منارکی هم برای ما بذار اونجا، نمیدونم اون بودایی هم میگه یه عکس بودای شکمو رو بذار اونجا. خب این چه وضعیه؟ در صورت به نظر میرسه که آقای اوباما از همه لحاظ داره همه رو از خودش ناراضی میکنه. یکی از دوستان خوب من یه نامه‌ای نوشته بود برای آقای اوباما، آقای اوباما هم جواب داده. البته میدونید که آقای اوباما که نمیشینه جواب بده، همین جوان مبونای اینترنی مثل اون خانم مونیکا لوینسکی، حالا ممکنه کوروش جان مونیکا لوینسکی برد امضا کرده باشه، اینا مینویسن، اینا فرما جنریک هست، صاحب امضا شده هست. اینا مثل من اینجا وضعم خوب بشه، ببینم شماها خیلی حمایت میکنین، به جایی که خودم بیام یه نامه‌ای بنویسم ازتون تشکر کنم، یه فرمی رو ببرم پولکوپی کنم و چاپ کنم و اینها، فقط زیرش من یه امضا بندازم، بعد یه مدتی حتی اون امضا رو به صورت مهر درست کنم، یه نفر دیگه جای من بزنه، هر کی پول داد همین بگه مرسی 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 مرسی. اینجا بهش میگن رابر استن. ولی این دوستمون کلا آقای کلینتون رو هم دوست داشته، ما آقای کلینتون رو دوست داشتیم، آقای اوباما رو هم دوست داره، ما آقای اوباما رو دوست داشتیم یا دوست می‌داشتیم به قول شیرازی ها. ولی اینها دوست عزیز به قولشون وفا نمی‌کنن. شما به من بگو چه فرقی داره که آقای جورج بوش قول بده و وفا نکنه یا آقای اوباما قول بده و وفا نکنه؟ تو باید از اینی که بیشتر دوستش داری بیشتر ناراحت بشی که بد قولی کرده، چون اون یکی شما قبول نکردی، گفتی این آدم بدیه. شما از آدم بد انتظار داری خوش قول باشه، از آقای خوب آقای اوباما ناراحت نمیشی که بد قوله، بعدم به من میگی فقط همین؟ ای بابا، چند تا قول ایشون داد قبل از انتخابات و هیچ کدوم از اونها رو، بله کارهای خوبی هم انجام داده و اینها، ولی کار خوب انجام دادن به قول تیمسار آریانپور انجام وظیفه است. ولی اگه رفتی به قول اینها میگن که یه کمی بیشتر فعالیت کنی و نمیدونم بری جلوتر و کار انجام وظیفه رو تبدیل کنی به خدمت، اون موقع شما یه کاری کردی، ولی حقوقی میگیره، بعدم که از اینجا میره هر جا میره صحبت میکنه $100,000 $200,000 $200,000 میگیره، بعدم شرکت های مختلف اسمشو مینویسن جزء اون دایرکتوراش و اینها، دیگه که شما بهتر از من میدونی و خیلی به اصطلاح دلخوش نباشید به این نامه ها. و اما آقای محسن نژاد نوشته با سلام، در صورت موافقت با درخواست زیر اسمتان را به زبان فارسی در جای خالی زیر متن وارد کنید. آقای نژاد عزیز من، پتیشن درست کردن، کار شما را آسون کردن. ایشون آمده نوشته مدت پاسخگویی تا روز پنجشنبه 26 آذر، و من براتون اینو نشون میدم. ببینید که دوستان ما از وسایل و امکانات موجود هم حتی استفاده
به نحو احسن نمی کنن. آمدن یه نامه ای رو نوشتن ولی حتی نیومدن سرتیتر این نامه رو توی اون ایمیل بذارن. آقای نژاد، همه مثل ما جرئت نمی کنن برن نامه شما رو باز کنن. ما نامه شما رو باز میکنیم چون میشناسیمت، ولی اگر این تیتر رو، این نامه رو در متن، یعنی در بادی اون بنویسی بذاری، خیلی هم میخوننش چون میدونن اونجوری خطری برای کامپیوترشون نداره. در اصل اینجا نوشتن که اعتراض به بدرفتاری با زندانیان سیاسی. روزگاری است که دفاع از حقوق به یغما رفته، از حقوق به یغما رفته انسان و سخن گفتن از کرامات لگدمال شده آدمی تاوانی بس سنگین دارد و به محبس رفتن و به بند کشیده شدن از بدیهی ترین عواقب آن خواهد بود. اما در این بین آنانی که با تنی رنجور و بیمار باید دوران حبس خود را پشت دیوارهای بتونی و سیمهای خاردار بگذرانند، شرایطی بس دشوارتر دارند. خلاصه کلام، ایشون دنبال آزادی زندانیان سیاسی هست. امیدواریم که دوستان هم بیان و اسمشون رو بنویسن. بنده هم همین الان اینجا اسممو می‌نویسم. بعد نوشته اسمتون هم با فارسی بنویسید. آقای نژاد، همه در اروپا و انگلستان و اینور فارسی نویس بهنویس و نمیدونم اینا ندارن. خب شما یه کاری بکن که هر کسی بتونه چه با فارسی چه با انگلیسی. کارمون خرابه، چی کار کنیم؟ درست نمیشه. و اما آقای سیروس حبیب، میدونید که اون روشندلی هست که نابینا، بعضیا میگن بگید روشندل، بعضیا میگن نه نگید و مهم نیست. ایشون چندین بار برای من، حالا از چه طریقی ما رو شناختن و اینها، چیز فرستادن، دعوت، نمیدونم میخواستن فکر کنم نماینده بشن. بعد حالا نوشتن This is the last day of I'm allowed to fundraise for my lieutenant governor. میخوان بشن معاون فرماندار. و من برای خانم فهیمه که ایشون هم فعالیت میکنن، هر جا که صحبت از آزادی هست، هر جا که صحبت از حمایت از ایرانیان هست، نوشتم که این آقای سیروس حبیب پابلیک ریلیشن قوی نداره. خب درسته که ایشون هم مخصوصا حالا چون نابینا هست ممکنه احتیاج به کمک دیگران داشته باشه برای این کارهای کامپیوتر اینا، که بعضی از این دوستان نابینا از من و شما با کامپیوتر بهتر کار میکنن. ما داشتیم یه نابینای اینجا که میومد وبسایت و کارهای کامپیوتری و تعمیر و اینها رو انجام میداد و آدم واقعا شگفت زده میشه که این چه جوری میتونست این کارو انجام بده. ولی به نظر من میاد کسی که میخواد توی این کارهای به اصطلاح پابلیک باشه باید یک پابلیک ریلیشن بهتری داشته باشه. این هم از این ماجرا. و یعنی من گلمند بودم که آقا من یکی دو بار به شما گفتم شما میتونی بیای از این امکانات مجانی استفاده کنی تا پول بیشتری دریافت کنی، ولی شما اون رو هم نداری و وقتی شما از یه سرویس مجانی نمیتونی استفاده کنی، دیگه چرا به مردم میگی بیا به من پول بده تا من برم پول تو رو خرج اتینا کنم؟ وقتی پابلیک ریلیشن درست نیست، این پولا رو هم بری کاغذ چاپ کنی، به جای اینکه ببرن یکی یکی پخش کنن دم خونه های مردم، توی خیابون ها لابد میندازن تو پیاده رو میرن، تازه شهرداری هم میاد یقت رو میگیره. و اما سعید اولا یه مدتی فعالیتش کم شده، نمیدونم کارش زیاد شده یا سنش رفته بالا تنبل شده، ولی خوشحالم که امروز یکی دو تا موضوع مختلف رو گفت. و یکیش درباره اینی که بعضیا میگن که آقا ما برای فلان تلویزیون چرا پول بدیم، ما مجانی میتونیم نگاه کنیم. ایشون نوشته آقا هیچ چیزی مجانی نیست. حتی شما وقتی که اون دیش و ماهواره و اینها بود، رفته بودید به اصطلاح دیشش رو خریده بودید، حالا از قیمتای 300 400 شروع شده بود، بعدش آخر به 100 150 تموم شد، بعد شما مجبور بودید بالاخره هزینه برق و نمیدونم تلویزیون هم باشه و تلویزیون اینا رو هم میدادید. اینا همش هزینه های پنهانی هست که شما متوجه نمیشید. الان که زمان اینترنت شده، شما هر جایی رو که نگاه میکنید روی اینترنت، اولین خرج و هزینه که شما باید بدید اینه که اینترنت داشته باشید. بعد که میرید اینترنت رو میگیرید، ما 30 دلار 40 دلار، بعد زنگ میزنی میگه آقا هر وقت ویدیو میبینم قطع وصل میشه، میگه آهان اگه اونو میخوای باید ما 60 دلار بدی. پس داری هزینهش رو میدی ولی متوجه نیستی. وقتی که دنیا به این صورته، ما باید یاد بگیریم چیزایی رو که دوست داریم هزینه بدیم براش، نه چیزایی رو که دوست نداریم اونها به زور بکنن تو مغزمون یا بکنن تو حلقمون و الی آخر. صحبت از
پرداخت و کمک و حمایت شد. حتما ماه آخر هست، دسامبر، حتما از تلویزیون مردم حمایت کنید. ممنونم از اون دوستی که نوشته بود چک رو گذاشتم توی پست تا به دستت برسه، و میخوام ازش که چون برامون یه سری کتابم فرستاده بود، من وقتی که این کتابخانه سایبر مجازی نیست، حقیقیه، ولی عکسا رو روی اینترنت میذارم، وقتی که اینها رو راه انداختم شما 5 تا از این کتابا رو انتخاب کنید، من اون کتابا رو هدیه بهتون میدم به عنوان رسیدن کریسمس و سال نو مسیحی و براتون پست میکنم. این هم هدیه ناقابل من به شما. و اما این کلمه ناقابل یا قابلی نداره، گویا یه خبرنگاری رفته ایران و اینها و گفته که من نمیفهمم، ایرانی ها یه نون که میخوای ازشون بخری خیلی مکافات داری، چون وقتی نونو میگیری هی میگن که این worthless، یعنی هم قابلی نداره، اونا میگن این قابلی نداره و اینها، و آدم نمیدونه چیکار کنه. البته بازم جای تأسفه که ما همیشه غریب نواز هستیم، مخصوصا در مقابل خارجی ها یه چیزی کم داریم و به اونها خیلی نمیگم احترام نذاریم، ولی خیلی احترام میذاریم، در صورتی که به هموطنهای خودمون، همزبانهای خودمون، افغانیهایی که اونجا هستن خیلی بی احترام، به اصطلاح بی احترامی میکنیم و خوب رفتار نمیکنیم. و اما این همشهری نازنین ما آقای بهالو که معرف حضورتون هستن، ایشون چندین بار هم مهمان ما بودن، از ایشون ممنون و متشکرم. مقاله ای رو امروز نوشتن خیلی جالبه، و برای اولین بار این خانم نزهت یحیی‌زاده یه مقاله ای برای ما فرستاد که فعل، فاعل، مفعول، پاراگراف، اینها شکل بندیش درست بود. ممنونم از خانم نزهت یحیی‌زاده که همیشه چیزایی که می‌نویسن بی سر و ته، ولی این بار چون مقاله آقای بهالو رو بدون اینکه دست توش ببرن فرستادن، من ازشون تشکر می‌کنم. آقای بهالو اینجوری نامش رو باز می‌کنه که وقتی نفهمی توأم با سوء نیت یک طرف با بی صاحبی طرف دیگر قاطی می‌شود. اگر خیال می‌کنید نفهمی و بی سوادی توأم با سوء نیت مختص و در انحصار مجلس جمهوری اسلامی است، کلاً در اشتباهی، چون در همین شهر واشنگتن قانونگذارانی بی سواد و فاقد درایت و لیاقت و ضمناً مطیع و فرمانبر سرمایه‌داران و نهادهای خاص و ناپاک سیاسی وجود دارند که نسبت دادن صفت خر به آنها توهین به ذات و نهاد پاک خرها محسوب می شود. این جمع نخود هر آش که هر 2 سال یک بار بیشترشان با کمک های مادی انتخاباتی صاحبان منافع خاص از هر دهکوره و یلغوزآبادی روانه یلغوزآبادی روانه مجلس نمایندگان آمریکا میشوند و اطلاع و آگاهیشان از دنیای خارج از شهرک خود، اجازه بدید من اینو یادداشت کنم ببینم کدومش درسته. بله، شهرک خود در حد بلد بودن حتی تلفظ نام کشورها و جاهای دیگر دنیا نیز نیست، امروزه بنا به دستوراتی که دریافت می‌کنند و همینطور بلاهت فطری و ذاتی خود را در داخل امور و سیاست خارجی آمریکا هم می‌کنند. وا مصیبتا. آقای بهالو، شما 30 سال یا بیشتر مسئول وایس آف آمریکا بودید. من می‌خوام ببینم آیا شما زمانی شد که وایس آف آمریکا، میدونم به شما حقوق میدادن که سیاست‌های دولت آمریکا رو تبلیغ کنید، ولی آیا زمانی شد که شما در مدتی که در وایس آف آمریکا بودین به خودتون اجازه بدین یا این شهامت رو داشته باشید که از این یلغوزآبادیا یا چلغوزآبادیا انتقاد کنید؟ اگر دارید جایی که این کار رو کردید، من خوشحال میشم اون روز، تاریخ و مطلب رو داشته باشم، چون من فکر نمی کنم و ندیدم هم چیزی. همشهریم هستی کاکو، ولی ماها هممون نون رو به نرخ روز می خوریم.
اگر قبول ندارید این گویا این میدان تشریف بیارید، شما هم نظرتون رو بگید. نامه نسبتاً طولانی است، اگه خواستید بگید من براتون ایمیل کنم. ایمیل من هست usa.sorbi@yahoo.gmail.com یا info@mardomtv.com. شماره تلفن 703-957-6150. تون میگم چون میاد زیر برنامه میبینید، اونایی هم که ما رو از این برنامه به توسط صدا یا رادیو میشنون اونا هم میتونن مردم تیوی رو بزنن، شماره تلفن و قد من و وزن من و سن من همه چیز میاد بیرون. پس بی خود نگید تند گفتی، حالا یواش میگم. یه شماره تلفن دیگه داریم که بهتره، هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید پیام بذارید، هم میتونید زنگ بزنید و من اگه اینجا باشم پاسخ میدم. 202 که ایریا کد واشنگتنه، 202. پس این رسمت رو نمیخواد یاد بگیری. بعدش هست 695-25-73. آقای اجلالی وقتی میخواد تعریف کنه خیلی ساده میگه این 695-25-73 خیلی ساده است. در صورت بنویسید، ساده تر از همش اینه که شما بنویسید یه جایی و داشته باشیدش. تماس بگیرید، پیام بذارید، پیاماتون رو میخونیم، پخش میکنیم، در موردش صحبت میکنیم تا بتونیم بهتر و بهتر بشیم. آقای سیروس حبیب رو گفتیم، سعید رو گفتیم، و اما سعید یه ویدیوی دیگه ای فرستاده با دو تا سوال. یکی این که آیا این ویدیو رو دیدی؟ دوم این که آیا مردم ریپورت دات نت با مردم ریپورت دات کامی که مال من هست و مالکیتش از سال 2009 بنا به اون خواسته اون پسر جوان ایرانی که شادم جوان نبوده، شادم به ما دروغ گفته، چون انقدر دروغ بعدش گفت قلبم آب آورده و جراحی میخوام و دکتر گفته برو دیگه دوربر اخبار و اینا نباش، که ما حالا دیگه تو سنش هم شک میکنیم. اون وقتا به من گفته بود که سنش 24-5 سالش هست و ما تنها تلویزیونی بودیم که بهش احترام گذاشتیم، بهش پاسخ دادیم و بدون اینکه اسمش رو بدونیم، شماره تلفنش رو بدونیم، عکسش رو ببینیم، خودش رو بشناسیم، اختیار رو داده بودیم دستش که بیاد کمک کنه، اطمینان کرده بودیم. وقتی که این آقا آمد بعد از چند مدت گفت که چقدر خوب میشد که یه سایت خبری هم ما داشته باشیم. گفتم آقا من که تلویزیون تازه توش موندم و آمدم به شما میگم کمک کن. حالا دیگه یه سایت، گفت نه اونو من انجام میدم. گفتیم اوکی چیکار کنیم و اینها، گفت یه همچین چیزی. ما آمدیم سال 2009، دوستان همه اینا تاریخ داره. 2003 مردم تیوی اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیه. هر کی میگه اون اوله بیاد، حالا جایزم اون چیه؟ هیچ. سال 2009 من تماس گرفتم، این وبسایت رو به اصطلاح خریدم، شروع کردم. اونا از من پرسیدن که میخوای این مخفی باشه یا آشکار باشه؟ گفتم آقا من چیزی ندارم که مخفی کنم، من آشکار باشه. گذشت یکی دو سال، نوشت و طرفدار پیدا کرد و ما هم پروموتش میکردیم در برنامه و اینها. بعد گفت که مریض شد یا دروغ گفت، مثلا ممکن رفته باشه ایران. من حتی شنیدم که ایشون پسر آقای این عمو پورنگ اصلا پسر داره، بچه داره، دختر داره، نمیدونم. یکی من گفت آقا این کاوه یا کوین یا کوین به قول آقای چیز همشهریمون، گفت این پسر آقای عمو پورنگه. عمو پورنگ هم میدونید اون هنرمند اهوازی بود که خیلی هم کارش خوب بود، بعد مریض شد، بعد قلبش رو عوض کرد، الان اوضاع نسبتاً خوبی داره و اینها. و این آقا آمد گفت که من با پدرم میخوام برم کروز. رفت کروز یه 3-4 روزی، کار ما رو لنگ گذاشته بود. بعد اومد گفت که تو کروز اینترنت خوبی نداشتن. بعد آمد گفت که مریضم، رفتن نمیدونم از قلبم یه لیتر آب کشیدن. بعد آمد گفت اینا تو همه هین و وین گفت که شما اگه میشه این مردم ریپورت رو بده به من. من همیشه براش گفته بودم، هر وقتم مسافرت میرفتم گفتم من بچه هام علاقه نه به تلویزیون مردم تیوی دارن نه به مردم ریپورت، و این دوتا مال تو. و نوشته ها رو که براش میفرستدم میگفتم اینو نگه دار که حالا اگر کسی هم آمد گفت بگو آقا اینها سوربی قبل از این که بره اینجوری نوشت، حالا ببینم کی این کارو میکنه برای شما. در هر صورت من بهش گفتم اوکی، با گوددی که این شرکتی هست که ما این رو ازش گرفتیم تماس میگیرم و بگو تا من همه این چیزها رو بکنم به نام تو، ولی شما اگه میخوایی یه ماشینی بدی حتی به پسرت، باید اسم پسرت، آدرسش رو اینا رو بنویسی که بیمه فلان نا بتونه بخره. ایشون گفت نه،
من نمیخوام اینجوری باشه، شما این رو ولش کن، من میرم میگیرم. گفتم آقا تو خبر نداری توی این کارا طرف رفته 20 دلار گذاشته اون وایساده تو نوبت، یا 100 دلار گذاشته وایساده تو نوبت، تا ما ولش میکنیم، ببخشید این باد شکم نیست که ولش کنی، تا ولش میکنی اون میاد میگیرتش، اون وقت there is no guarantee، یعنی هیچ ضمانتی وجود نداره که تو بگیریش. ما ولش کردیم شما هم نگرفتیش، و چرا شما که میخوای اخبار به مردم بدی، نه تولید خودته نه چیزی هست، نه نظر خودت رو میگی، ولی ایشون طرفدار همین تندروهای جورج بوش و اینها بود، بریم دنیا رو بزنیم داغون کنیم اینها. ما هم یه مقداری سعی میکردیم بابا معتدلش کنیم، دنیا اینجوری نیست، اگر ول کنی به دست اینها جنگای صلیبی رو داریم، اگه ول کنی به دست اینها جنگای اسلام رو داریم، اگه ول کنی به دست اینها جنگای یهودی و کلیمی رو داریم و الی آخر. یه مدتی هم آدم شده بود حقیقتن، تا دیگه خلاصه بعد گفت که نه من دیگه باید برم و نمیتونم کار کنم. گفتیم خب برو به سلامت، اینو میخوای یا نمیخوای؟ گفت نه من نمیخوام. گفتیم اوکی. بعد آمد مردم ریپورت دات نت رو راه انداخت، شما برید برای که ببینید حرفای من درسته، مشخصاتی نمیبینی، نمیدونی این آقای ایکس آقای ایگرک خانمی چی 30 سالشه 100 سالشه کیه، اگه فردا بغل دست شما توی مغازه باشه شما نمیدونید این هست. و چرا از خودتون سوال کنید، چرا یه نفر که داره یه سایت خبری رو میذاره، ویدیوی اینو میذاره، ویدیوی اونو میذاره، ویدیوی یه احمقی رو که خودش تلویزیون داره میره میذاره، تبلیغات خودش رو میذاره کنارش، این پول میسازه، اون اونجا گدایی میکنه و میگه آی آر اس اومده بگیرتش، ولی عقل نداره که بیچاره سربی این اشتباه رو کرد، از 2006 تا 2011 اختیارش رو داد دست این آدمی که گفت جوانم، حالا این پیر شده، این گرگ شده، حالا تو تازه اومدی خودتو میدی دست این. بمانه برید ببینید و از خودتون سوال کنید، چرا یه کسی که صاحب این نباید مشخصاتش پابلیک باشه؟ خب دیگه این رسانه های صهیونیستی شما میزنی صاحب فاکس نیوز کیه؟ میگه آقای نمیدونم روپرت مورداک، شما میفهمی که اونه. اگر یه وقت بخوای فوش بدی اولا میتونی فوش تا حواله کجا کنی. در صورت این توضیح بود که سعید پرسیده بود. من وبسایت، من خیلی وبسایت دارم، من وبسایت ایران 1357.com، یه چند تا وبسایت دیگه دارم که اصلا باید برم اسمشون رو نگاه کنم. و اون روز فکر کردم اگه کسی یه وبسایت خبری میخواد که بهش میگن پورتال یا پورتال نیوز یا پورتال خبری، چون این کلمه آمده، اگه میخواد میتونه این رو بگیره استفاده کنه، و من هیچ چیزی بابتش نمیخوام به غیر از همون مخارجایی که دادم، خرجی هم نداره چون این پارک شده به اصطلاح، مثل یه ماشینی که پارک شده. ولی یادتون باشه ماشینایی که پارک میشه خیلی هم خوب نیستن، روغنشون میره پایین، اون به اصطلاح رینگ و پیستون و نمیدونم میلنگ و اینا، باید اول یکم روغن بزنی، حتی روغن گرم بریزی، روغن بکشی، اینو بچرخونی، اینها اونایی که میدونن میفهمن من چی میگم. نه، جواب شما اینه که بنده هیچ کاری با مردم ریپورت دات نت ندارم، ولی مردم ریپورت دات کام تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم از سال 2009 تا الان مال من بوده. اگه کسی مایل هست میتونیم با هم بخریم بفروشیم، چون اینها هم مثل دارایی، مثل تلفنه. آقا من این تلفن یا این کیسه شن، این کیسه شنی هست که میذاری رو کاغذ، اگه پنکه روشنه باد نبره، مال منه، خریدم یه دلار، یه وقت به شما میگم 1000 دلار، یه وقت میگم خریدم 1000 دلار، به شما میگم یه دلار. شما هستید که میتونید تصمیم بگیرید داشته باشید یا نه. ممنونم از سوال. سوال دیگه ای که سعید کرده بود این بود که آقا ویدیوی مصاحبه آقای شهرام و همایون با فرزان دلجو رو دیدی؟ من آقای فرزان دلجو رو دو بار اگه اشتباه نکنم یا سه بار دیدم، یکی توی مراسم ختمی بود تو کالیفرنیا که اونم خیلی جالب بود، یه نفر مرده بود که همه به این مرده فوش میدادن، میگفتن این جاسوس FBI بوده، و من آقای رستمی، ایرج رستمی دعوتم کرده بود، رفتم اونجا و با ایشون رفتیم اون مراسم ختم و اینها. توی اونجا این آقای فرزان دلجو با داداش ایشون که داداشش یه فامیل دیگه داشت آمدند و سلام علیک کردیم و 5 دقیقه صحبت کردیم و گذشت و رفت. در ایران من خیلی دنبال این فیلم های آی من ننه غریبم نرفتم، هیچ وقت دنبال فیلم های فردینم نرفتم.
نه فردین آبگوشتی رو دوست داشتین، نه این دوستانی که همیشه فکر میکردن که دنیا بهشون ظلم کرده. پس اونجا من طرفدار آقای فرزان دلجو نبودم. آقای فرزان دلجو با وجودی که موهاشو رنگ میکنه، ریشش رنگ میکنه و اینها، ولی شما وقتی میبینیش از نزدیک میفهمی که چقدر پیره. سعید سوال کرده این چرا عینک میزنه؟ گفتم والا ما دوستانی داشتیم اون وقتا وقتی حشیشی میکشیدن یه سیگاری دود میکردن عینک میزدن که دیگران چشمشون رو نبینن که قرمز شده. ولی الان توی آمریکا یه جورایی مد شده. مثلا این آقای کی از فرول که فرولا چی آواز خونده بود، فرید همون بی هپی و اینها، وقتی میاد شبا عینک میزنه، یک سای دیگه عینک میزنه. ولی معمولا نمیخوام بگیم خدای نکرده آقای فرزان دلجو معتاده، ولی این دوستانی که یک کمی گاهی وقتی کوکائینی پودری مصرف میکنن میگن بعدن اصلا معلوم که میشه و چشم، میدونید که اصلا شما وقتی میرید دکتر، دکتر چشمتو نگاه میکنه، میگن از مویرگای چشم، از زردی چشم، اینها سلامت انسان معلوم میشه. یعنی و همونجوری که میگن چشم دریچه ای هست به روح انسان، اینها چشمشونو میپوشونن. حالا شما میتونی با آقای فرزان دلجو تماس بگیری، ازش سوال کنی. ایمیلش هست فرزان دلجو فرزان دلجو one@yahoo.com. دلجو هم آخرش یه یکم داره، فرزان دلجو one@yahoo.com. دلجو هم DELGOU می نویسی. ازش سوال کنی آقا چرا عینک میزنی؟ ایشون تو مود و مود و اینها هست. ولی ویدیو خیلی جالبه. دوست دیگه‌ای برای من این رو صبح زود فرستاده بود، علی شیرازی، که آقا از دقیقه 19 نگاه کن که ساواک چگونه در فیلم‌های قبل از انقلاب دخالت می‌کرده و این آقا رو که توی سن 18-19 سالگی فیلم ساخته و کارگردان بوده و هنرپیشه بوده و نویسنده بوده، ماشاءالله خدا روزی که هنر می‌داده ایشون نفر اول بوده، همه هنرها رو به ایشون داده. ما که رسیدیم گفت دیر آمدی بی هنر، برو دنبال کن. در هر صورت اون فیلم رو هم برید ببینید، مصاحبه آقای شهرام همایون با، شاید من لینکش رو بذارم زیر همین ویدیوی خودم توی به اصطلاح یوتیوب که شما ببینید، چون این رسمه وقتی یه کسی از یه چیزی صحبت میکنه، یه دستگاهی رو صحبت میکنه، بعد میگه لینکش رو گذاشتم اینجا که شما بتونید بخرید. بعضی وقتا حتی میگه اگه از این بخرید به ما یه پولی میدن. الحمدلله ما این چیزا تو ایرانی ها نیست. شهرام همایون میدونید خیلی زیرکه، خیلی شیطنت میکنه، با یه زیرکی خاصی شیطنت و اینها از ایشون سوال میکنه که این ماجرای مشهور شدن شما اون هم با فیلم اولی چی بود. خب حالا بریم سراغ آقای فرزان دلجو. هی یقش آقا دکمتو اگه ببندی هی یقتو نمیخواد بیاری بالا. فرزان عزیز، بله، در رابطه به اینکه ایشون من دیدم یکی دو بارم نمایش داشت اینجا، من چون میرفتم پشت صحنه یا بعد از نمایش اینا وایسادم ایشون رو دیدم، آقای شبخیز دیدم اینها و بله، خلاصه داغون. حالا چه ها کردن اینها با آقای داریوش خواننده اون وقتا که جوان بودن، بوی گندم مال من مال تو داداش، هرچی که دارم مال من. اون موقع منظورشون هرچی که دارم بوده بمانه. و خب ایشون شوهر خانم آیلین ویگن بوده. آیلین ویگن کسی هست که پدرش اینجا برنامه داشت و پدرش مریض شد، آقای ویگن نتونست بیاد و وقتی ایشون آمده بود، بنده هم چون یکی از اون چیزا بودیم رفتیم اون پشت، یه نفر به من گفت که این خانم آیلین ویگن گفته که من دلم میخواد این خرخره سربی رو بجوم. به نظر میاد که ما از این آدمای آدمخوار هم داریم در کالیفرنیا و خبر نداریم. و ایشون همسر اول آقای فرزان دلجو بوده که میگه من با زیرکی خاصی فامیلی این که ارمنی بوده، نمیدونم آیلین داداریان، آیلین چیز، حالا اون دوست ارمنیمون پتریک بهمون بگه، میگه گفتم بذارید همون آیلین ویگن که بلکه به خاطر باباش مشهور بشه. خلاصه ازدواج میکنن، یه سال تموم طلاق میگیرن، اینا ازدواج های هنری معمولا اینجوریه، هنرشون تو همون یه سال تموم میشه. بعد این آقا شروع کرد صحبت کردن، آقا شما چجوری کارگردان شدی؟ مدرسه کارگردانی رفتی؟ چجوری نویسنده شدی؟ چجوری هنرپیشه شدی؟ تو کدوم تئاتر کار کردی؟ گفت آقا من بابام، نمیدونم، گفت بازاریه یا حاجی بازاریه. معمولا بازاری ها حتی از کلیمی هم بودن، حاجی بود که حاجی بازاری باشه، یعنی ذات اصلی خودش قایم میکرد، میگفت من حاجی هم که بتونه مردم رو بیشتر تیغ بزنه. در هر صورت ایشون
پدرش بازاری بوده ولی مادر ماشاءالله فرهنگی فرهیخته، انقدری که آقای فرزان دلجو از دو سالگی، شاید من اشتباه میکنم ما برید ببینید این ویدیو، لینکشو میذارم زیر یوتیوب توی اون باکس برید ببینید، از دو سالگی هفتهی دو بار یا سه بار میرفته سینما و فیلم میدیده. خب دیگه حتما ایشون دیگه چهار، میدونیم ما داریم مثلا یه بچه 6 سالشه میگه 2000 تا کتاب خونده، یا آقای روستایی میگه نمیدونم 30 مایل 30 کیلومتر راه میره بره کتابخونه 6000 تا کتاب خونده، کی میشماره؟ هر چی دروغ میخواین بگی. من امروز میتونم بگم من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم مثلا 26 مایل دویدم، یا امروز قبل از اینکه بیام اینجا رفتم 12 دست چلو کباب خوردم. البته این میتونه دروغ نباشه با این هیکل من، 12 دست چلو کباب، اینم ایرانی ها هی چلو کباباشون کوچیک کردن. میگه آقا چرا کم میدی؟ میگه آمریکایی برنج نمیخوره. خب اگه وقتی میبینی من ایرانی ام برای من برنجش درست بذار دیگه، نکن آقا به این میگن دزدی کم فروشی. برگردید سراغ آقای فرزان دلجو. فرزان دلجو از دو سالگی رفته سینما، اونم ببینید این حاج بازاریا که زور میرفت مسجد و شبم نمیدونم دعا و فلان، بچه‌هاشون از دو سالگی تو سینما بودن، اونم هفته ای سه بار. اوکی. چه مادر بیکاری داشتی فرزان جان. خلاص توضیح میده رفتیم و اینها، بعد اینجوری شدیم و بعد تصمیم گرفتیم یه فیلم بسازیم. دوستان خودتونو ببرید توی ایران، خودتونو ببرید تو شرایط قبل از انقلاب، خودتونو بذارید تو شرایط امروز با این همه امکانات فنی رسانه‌ای که هست، شما بخوای یه فیلمی درست کنی، یه هنرمند بزرگی مثل آرمان که سنی ازش رفته بود باشه، خواننده‌ای مثل داریوش گوگوش، اینها رو بیاری. آخه آقای فرزان دلجو عزیزم، بگو بابام که بازاری بود به من گفت که بچه جون بیا من این پولو میدم تا برو تو سراغ فیلم برداری. یه بار گفتم نادر رفیعی من کالیفرنیا که دید، گفتم از شما یه گله‌ای دارم، گفتم ناراحت نباش همه از من گله دارن. حالا چیه گلت؟ گفت حالا ناهار بخوریم. گفتم نه 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 ناهار نخوریم، قبلش گله رو ببینم. گفت شما گفتی که من هنرپیشه بودم، من چیز هنرپیشه که این چیزم یه چیزی گذاشتم تو فیسبوک برید ببینید راجع به چیز آقای روحانی، این آقای ماهی صفت اگه باشه. بعد بهش گفتم خب من اشتباه کردم، شما مثلا آدیشن گذاشتن برای یه بچه 6 ساله که بیاد یه نقشی بازی کنه، 1000 نفر اومدن، شما تو اون 1000 نفر شدید نفر اول یا شدید نفر پنجم، 4 تای اولیش نتونستن بیان، شما اومدید، چی شد؟ بابات اونجا بودی تو رو برده، این نگرانی ها اب نداره. ما به قول این دوستمون سگ نازی آباد هستیم، غریب خودی رو همه رو میگیریم و برامون فرقی نمیکنه. ولی این آقای فرزان دلجو بعد تو صحبتاش میگه که من قبل از انقلاب فیلم پنجمی رو ساخته بودم و حالا دیگه میخواستم یه فیلمی بسازم مجهزتر و اینها، ولی گفتم یه چند ماهی بیام آمریکا هم استراحتی کنم هم یاد بگیرم اینجا، که ببینید نه که میخوام برم دانشگاه، نه که میخوام برم مدرسه هنر و فیلم و هالیوود و اینا، بیام همینجوری یه دوری بزنم اینها. دوستان کدوم یک از شما قبل از انقلاب 120,000 دلار ورداشتید اومدید به عنوان توریست، به عنوان ویزیتور، به عنوان ملاقات کننده، به عنوان گردشگر آمریکا؟ والا دو تا داداش من یکیش تو پتروشیمی کار میکرد پولش جمع میکرد، تو خونه بابای ما زندگی میکرد با زنش که بتونه بیاد آمریکا درس بخونه. داداش دومو دیپلم گرفته بود رانندگی کامیون میکرد که پولش جمع کنه بیاد اینجا، که دوتاشون هم اینجا موفق، یکیش دکتر یکیش هم لیسانس که گرفت. وقتی برگشت ایران از دانشگاه اینجا اون خانمه گفت تو دیوونه هستی؟ تو 33 ماه لیسانس الکترونیک رو گرفتی به این نمره خوب، حالا آمده ایران. این داداشای ما بوده. پس من برداشتی که دارم از مسافرت به آمریکا، آقای فرزان دلجو از برداشتی که شما داری فرق میکنه، ولی خوشحال میشم ببینم بشنوم چجوری بوده که شما چقدر پول ساختید یا پدرتون چقدر پول داشته که 120,000-130,000 دلار قبل از انقلاب. دوستان اون موقع ماشین 4,000-5,000 دلار 6,000 دلار نوش نمیدونم 10,000-12,000 دلار بوده، نمیخوام بگیم لامبورگینی و فلان فراری، ولی این فورد و مرد و اینا آورده اینجا. بعدم یه مدتی گذشته بعد انقلاب میشه، تصمیم میگیره برنگرده، دوستان میان خونه‌شو میرن اینها، پولا رو میخورن، بعد این دیگه آخرین پولی که داشته الان میگه یه لاس وگاس هم بریم، میره لاس وگاس، پولا رو توی یه روز 16,000 دلار پول میبازه. بعدم حالا اومده تلویزیون مرسی رو داره، نمیدونم کنسرت میذاره و الی آخر.
جوابت دادم سعید جون یا بازم بگم؟ خانه از پای بس بیران است، کارمون خیلی خرابه. به این نیست که این بنده خدا چرا اومده. طرف میگه جانم فدای ایران، من الان میخوام برم ایران. من الان نمیدونم چرا ایشون میخواد با پای پیاده از میدون تجریش تا فلان دروازه بره، بلد نیستم من خیلی تهران رو. آقا کفش بپوش راحت برو قدم بزن. جانشون فدای ایران، ولی همهشون قبل از انقلاب هدفشون این بوده ایران فلنگو ببندن بیان بیرون. اینم از معجزات یا از اون کرامات شیخ ما. چه عجب، پنجره باز کرد و گفت وجب، آقای افشارها مدتی است از شما خبر نداریم، با ما باشید. در هر صورت اینم از این ماجرا، همه اینها ایران ایران میکنن. بعد من نمیدونستم، من اصلا فکر نمیکردم ایشون هیچ وقت سیاسی باشه و اینها. میگه نه بابا، اولین تلویزیونی که من زدم خیلی هم سیاسی بودم، حالا کمتر سیاسی شدم و فلان. وای به حال مملکت ما که شما سیاسیش باشی، تازه شما میگی حالا بعد دیدم دیگه هیچ خبری نیست ول کردم، ولی هنوز دارم فعالیت میکنم. این از این. جالبتر از این اینجاست که آقای شهرام و همایون که 5 سال هم از ایشون گویا جوانتر، حالا بماند که خلوت شده بالا خونه و به نظر پیرتر میاد، و چون ایشون موهاش هم همیشه فرزان دلجو کاری به مد نداره که کوتاه مد فلان بلند نگه میداره و رنگ میکنه و اینها، میگه بله شما وقتی اومدید تو اون فروشگاه بزرگ فیلم برداری کنید، من معاون اون فروشگاه بودم. آقای همایون شما معاون فروشگاه بودید، شما روزنامه نگار بودید، سردبیر بودید، چی بودید؟ و از چند سال تو تهران از چند سالگی میرفتید شما سر کار؟ از 12 سالگی باباتون میگفت که بیا من رئیس فلانجا هستم تو باش معاون؟ ای داده بیداد. نمیدونم یا شماها دروغ میگین یا ما شهرستانی ها خیلی ساده هستیم. و اما آقای آریان پور لطف کردن یه مقاله ای رو فرستادن از بی بی سی، نوشته که بالاخره مطلبی را که من بارها پافشاری می کردم که هدف دکتر بختیار اعلام جمهوری بود، آقای جواد خادم به زبان آورد. جواد خادم که می دونید یکی از وزرای آقای بختیار بوده، من ایشون رو هم اینجا دیدم و یه بار ایشون صحبت کرد، گفت که بختیار اینجور اونجور، ولی خب من جوان بودم فکر زنه بچه در رفتم بهش گفتم بیا مصاحبه کنیم، ایشون هم از دست منم در رفت. و میگه که جواد قادم این رو اقرار کرد و دیگرانی چون سیروس آموزگار، منوچهر آریانا و عباس قلی بختیار، وزرای چند روزه بختیار همیشه منکر آن بودند. من همیشه در صحبت‌هایم اظهار کردم که جز حقیقت کلمه دیگری را بر زبان نخواهم آورد. به عبارت دیگر برنامه‌ای داشته با آقای جواد خادم. آقای جواد خادم گویا توی اون، بذارید بهتون نشون بدم، این بی بی سی یکی نوشته بود British Bullshit Corporation BBC British Bullshit Corporation. بله میدونید که اصلش هست British Broadcasting. بله نوشته به عبارت دیگر در برنامه هفتگی، به عبارت دیگر هر بار با یک شخصیت سرشناس از کشورهای فارسی زبان و جهان گفتگو می شود و سوالهای دشواری پیش روی آنها قرار می گیرد. اگر در دیدن این برنامه اینجور آنچور، خب این حالا ویدیوشو گذاشته، ولی توی این چون 2 نفر فرستادن برای من و حرف آقای آریان پور رو هم من قبول دارم به عنوان سند، ایشون میگه که توی این گفت و شنود گفتن که به اصطلاح بختیار میخواسته جمهوری اعلام کنه. خیلی ها اینو گفته بودن، ولی افرادی مثل آقای منوچهر رزماور و اینها رزمارا اینها میگفتن نه، و بختیار هم مثل آقای مصدق دنبال پادشاهی بوده، پادشاهی مشروطه‌ای که شاه در اون فقط سلطنت کنه و کاری به حکومت نداشته باشه. بازم این وظیفه شماست. تازه الان از همه اینا بگذریم، چه دردی رو از ما درمون میکنه که چی بوده یا چی شده؟ امروز ببینیم چی هستیم و چه خواهیم شد. و اما اون از دقیقه 19 رو براتون خوندم، بریم سراغ منوچهر عزیز و این صدا رو هم باز کنم تا صدای ایشون هم شنیده بشه و امیدوارم
قسمت قبلی برنامه رو دیده باشی، منو چه جان، من از شما روی ایر عذرخواهی کردم، چون روی ایر به شما گفته بودم که این افراد من رو یاد آقای نوری زاده میندازن. بشنویم با هم. آقای شعبی سلام عرض میکنم، منوچهر فرهاد هستم. عرض کنم که برنامه‌تون رو که لاب کردیم به من ایمیل زدید نگاه کردم، دو تا مسئله هست که این استون فوتبالیست نبوده، ایشون به حساب این گلادیاتوری هستن که منزل تو خفه هست. منظور شما راک هست، حالا یا راک استون هرچی، چون اینجا مثل ایران میگیم سنگ قلوه، اینها راک میگن، استون میگن و هرچی. اولا که ایشون میگه که لطف کردید برای من ایمیل کردید، اگر شما ویدیوهای ما رو که میبینید روی اون قسمتی که نوشته سابسکرایب، سابسکرایب شده یعنی عضو شدن، ممبر شدن، آبونه شدن، هرچی، اگر روی اون کلیک کنید هر ویدیوی جدیدی که ما میذاریم یه نسخهش برای شما میاد، و اگه شما حتی روی آرشیوم نبینی اونجا داریش. ضمناً روی آرشیو اگه رفتی دیدی نیست، همیشه فکر نکن که سربی یادش رفته نذاشته. صفحه کامپیوتر شما اون آخرین صفحه رو قایم میکنه، به شما اونو نشون میده، شما برید اون بالا ریفرش کنید صفحه رو. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. نمیدونم شما اگه برای من بنویسید که با چه براوزری نگاه میکنید، من بهتون نشون میدم که چگونه ریفرش کنید. ریفرش با یعنی تازش کنید، به روزش کنید، به ثانیهش کنید. F5 دکمه F5 اگه کامپیوتر رو این به اصطلاح کیبوردای بزرگ داشته باشید، اگر لپتاپ استفاده میکنید F5ش بعضی وقتا مستقیم نیست، باید یه دکمه رو به نام فانکشن کلیک فشار بدید بعد F5 میشه 5، بستگی به نام شمارش داره، ولی آسون ترینش، بذارید من این وبسایت رو مثلا اینجا بهتون نشون بدم، همینی که من الان داشتم گوگل وایس و اینها رو نگاه میکردم. ببین دوست عزیز، اینجایی که این صفحه ها هست، اینجا نگاه کن، یه چیزی مثل عقربه ساعت داره در یه جهتی میچرخه، شما روی این وقتی که کلیک کنید این صفحه شما رو ریفرش میکنه. ببینید یه بار دیگه من انجام میدم این، ببینید الان اینجا یه عقربه هست، بهش میگیم پیکان یا میگیم فلش، اینجوری این رو شما بذارید نشونتون بدم، این رو شما اگر روش کلیک کنید ببینید صفحه عوض میشه، صفحه جدید میاد. خود من وقتی که آرشیو رو میارم میذارم، می‌نویسم امروز برنامه من با آقای مثلا آریانپور، وقتی برمیگردم آرشیو رو نگاه میکنم میبینم مال روز قبل هست، مجبورم ریفرشش کنم. اگر کسی وارد باشه ببرید بهش بدید، کامپیوترها میتونه اونجوری باشه که وقتی یه چیزی رو وبسایتی رو میرید بیرون، دفعه دیگه که میان این همیشه خودش رو به اصطلاح جدید میکنه، ریفرش میکنه. اینا ستینگا یا تنظیمای مختلف داره. این بود که آقای منوچهر خان عزیز اون روز لطف کرده بود، گفته بود من آرشیو شما رو ندیدم، من براش لینک رو پست کردم، ولی من یه حدود یه 300 خورده نفری هستن که اینا قبلا به من گفته بودن هر برنامه جدیدی که میاد برامون پست کن، برای اونها پست میکنم اگه یادم باشه، ولی رو فیسبوک میذارم، روی چیز میذارم. خود شما هم لطف کنید، حالا اگر رسید به دستتون برای دیگران بفرستید. پس این پیامو بشنویم باز. منوچه ببخشید. آقای شعبی سلام عرض میکنم، منوچهر فرهاد هستم. عرض کنم که برنامه‌تون رو که لاب کردیم به من ایمیل زدید نگاه کردم، دو تا مسئله هست که این که این استون فوتبالیست نبوده، ایشون به حساب این گلادیاتوری هستن که منزل تو خفه هست، این گلادیاتوری شماره دو بودن و اون اولی ها تو خفه هستن، اینا همین مثل کشتی کچ و این هست. و این رو خواستم خدمت را از کرد. بعد آقای حسین مکی، ممنون، من باز یه بار دیگه درباره این آقا توضیح بدم. اینی که شما میگید درسته، ولی یادتون باشه مثلا ما یه هنرپیشه داشتیم، الان هم پیر شده، جدیدن هم نیست که یک کتاب نوشته و اینها، آقای برت رینولدز. این من یادمه اولین فیلمی که مثلا تو سینما آریانا دیدم، نمیدونم اسمش چی بود، چاموش بود، چامورت بود، یه همچیزی، خیلی خوشم میمد از این. و این معروفه که کارای بدل هنرپیشگیشو خودش انجام میده، اینقدر کله خره، ولی الان میگفت دیگه نمیتونم راه برم، زانوم درد میکنه فلان. نه ببین، شما ممکنه
موقعی که این فوتبالیست بوده شما نمیشناختیش، از موقعی باهاش آشنا شدی که هنرپیش است. بعد ایشون تو مسابقات و ماشین سواری اینها هم سرمایه گذاری کرده بود، رانندگی میکرد و اینها. ممکنه یه نفر دیگه باشه، نه اینو تو زمان فوتبالیستیش شناخته باشه، نه تو زمان هنرپیشگیش، تو زمان به اصطلاح رانندگی و ماشین و مسابقه و اینها شناخته باشه. ممکنه الان یه کسی بیاد اونا رو اصلا ندونه، اینو به عنوان یه نویسنده بشناسه. ولی این که ما تحقیق کنیم بگیم ممنونم، خوبه، کاملتر میشه دانشمون. ولی من برای شما رفتم زدم تحقیق کردم که ببینم این آقای راک، این اسم چیزش هست به اصطلاح مستعار خودش، اسم هنریشو گذاشته، اسم ورزشیشو گذاشته، این آقای راک فوتبالیست هم بوده یا نه، فوتبالشو پیدا کردم براتون فرستادم. میدونید خیلی از اینها از دوره کالج میان تو فوتبال، بعد از همونجا هالیوود میاد، میبینه با جوون قدرتمند، خانم‌ها همه دوستش دارن، ورش می‌دارن، می‌برن. اینا هم که همش رفته برای پول دنبال این ماجرا، میگه چرا حالا فوتبال بزنم که آخرش هم جمجمه و نمیدونم اعصابم خراب بشه، میرم هنرپیشه میشم، میره هنرپیشه میشه، برمیگرده یه جای دیگه. هی معمولا هم اینجوریه، این ایران طرف هنرپیشه خواننده بود، گوگوش، نوشافرین، لیلا فروهر، یا هنرپیشه بود میمد خواننده میشد مرجان، و این رسمه. و اینشون فوتبالیست بوده، بعد اون نمایش که شما میگی گلادیاتورها، من هیچ وقت علاقه به دیدن اونها ندارم، چون جنبه نمایشی داره و اصلا دیوانه بازیه که من و شما تو قرن 20 یا 21 بشینیم و اون کاری رو که 2000 سال پیش انجام میدادن و ممنوع شده از بین رفته، حالا اینجا به عنوان چیز نشون بدن، از ما پولم بگیرن. در هر صورت ممنونم، ولی بریم سراغ حسین مکی و خلیل ملکی. خیلی ممنونم که اینو توضیح دادید، به من کمک زیادی کرد. بشنویم دوستان، چون روز در صحبت‌های آقای آریانپور گفتن آقای مکی، من گفتم این خلیل مکی، گفتن نه این حسین مکی، ولی آقا منوچهر میگه اون خلیل ملکی هست. بشنویم. که در برنامه‌تون تو آریانپور ایشون اول روزنامه‌نگار بودن، بعد وکیل مجلس شدن، بعدش هم که تو کابینه مصدق بودن که مسئله نفت و توی خوزستان بودن، که همیشه هم اون موقع ها لباس بازی شرواری اینا توی چیز توی آبادان و خرمسان و ورومی که بعد خلیل ملکی که ایشون رو شما با حسین مکی اشتما گرفته، ایشون مؤسس حزب نیروی سوم بودن که با جلال آل احمد اونجا رو تصور میکرد تودهی ها بوری در از خیز کمونیست بریدن، و این جلال آل احمد هم که میدونی دیگه هم به حسابش کاملا روشنه که همون موقع مردم میگفتن جلال آل احمد، اینم واسه بلی نبود. پس حد همین، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. ممنونم از شما و دیگر دوستانی که با پیامشون با ایمیلاشون ما رو راهنمایی میکنن و برنامه رو به اصطلاح پربارتر و محتواش رو بهتر میکنم. مرسی. برم ببینم دیگه براتون چی گذاشتم اینجا. بله، یه پیامی هست از یه نفر که ناشناس، اسمی نگفته، شماره تلفنی هم اینجا نذاشته، ولی چون این مشکل ممکنه مشکل شما هم باشه، من پخش میکنم و در موردش صحبت میکنم. بفرمایید. من یه پروگرام ویندوزین جدید، ویندوز 10 جدید ثبت کردم، استفاده کردم روی کامپیوترم. قبلا ویندوز 8.1 بود. الان وقتی برنامه شما رو من باز میکنم دیگه نمیتونم چیز برنامه شما رو ببینم، ویندوز ویدیو پلیر نمیاد. حالا من فکر میکنم اول همه دیگر رو میبینم، همه پروگرام های دیگر رو میبینم از کمپیوت های دیگه، فقط کمپیوت شما رو نمیبینم. اگه میشه اینه یک کاری بکنیم. بله، ممنونم از شما دوست عزیز. اگه قبلش با من تماس گرفته بودی بهت میگفتم ویندوز 10 رو نذار و سری که درد نمیکنه بی خود دستمال نبند. اولا خوشحالم که خود شما دارید شهادت میدید که برنامه ما با ویندوز 8.1 کار میکرده. ببینید اینا یه پدرسوختگی خاصی دارن،
الان شما بدونی که متوجه بشی اینترنت اکسپلور رو تبدیل کردن به اینترنت ایج. شما باید بری دو سه تا کار انجام بدی تا بتونی اینترنت اکسپلور رو باز کنی. توی اینترنت اکسپلور با ویندوز 10 هم میدیا پلیر کار میکنه، یا باید حتی توی ویندوز 10 بری میدیا پلیر اد آن یا اون یه چی دیگهش پلاک فلان اونو بذاری. ببینید من اینجا یه نفرم، اونایی که میبینید هر جوری که شما میرید میگیری یا نمیدونم میبینی و اینها، اینا پول دارن. اینها اگه نگاه کنی زیرش نوشته حسن علی از فلان جا، اون یکی نوشته نفر 20000م نمیدونم مامورک فلان موش فلان از ایران فلان، اینا بهشون پول میدن. ما اینجا نه کمک داریم نه کمک مالی داریم. چند نفر هستن که اینها واقعا نمیدونم بهشون دیگه چی بگم، فقط وقتی مینویسه که آقا من چک فرستادم مینویسم خیلی ممنون که حمایت میکنی، بیشتر ممنون که دوست خوبی برای من هستی، چون دوستیشون رو نشون دادن. آقا شما اگه دوست من هستی شما باید دوستیتو نشون بدی. ما زیاران چشم یاری داشتیم، ما از دوستانمون خواهش میکنیم حمایت کنن، دشمنانمون که میخوان سر به تن ما نباشه. دوستانمونم میگه ای آقا رو من برنامه رو نگاه میکنم با پولم بدم. خب نه، اگه برنامه رو که نگاه میکنی پول ندی چه فرقی برای من داره؟ درستا دوست عزیز، شما اینی که میگی من وایس آف امریکا و اون و اون و اینا رو میبینم، دردی از من و شما دوا نمیکنه. شما باید کامپیوترتو برداری، احتمالاً لپتاپ داری، ببری یکی از این فروشگاه‌های بست بای و اینها. این روزا بچه جوونا برای که تیکت ننویسه پول نمیگیره، چون برای اون یه دقیقه کاره. اگر به من زنگ بزنی شماره تلفن تو بذاری، من زنگ میزنم. آقای احسان بیدی زنگ زده بود، پیغام گذاشته بود، من چی کردم؟ ولی متاسفانه ایشون پیامو مینویسه میره، بعد من پیامو مینویسم میشینم ایشون نیستش، بعد من میرم، بعد میام میگه آقا شرمنده من رفتم. در اصل من بهتون کمک میکنم که بتونی بگیری، ولی این یه چیز ساده است. اینا تو یه دقیقه برای شما میدیا پلیر پلاگ این یا اد آن احتیاج داری برات نصب میکنن. ما تو صفحمون گذاشتیم، اگه با ایمیل با من تماس بگیرید من براتون میفرستم. میگم اگر اینترنت اکسپلورر داشته باشی، اگه فایرفاکس داشته باشی. ما دیگه آخرین مکافاتی که کم داشتیم این بود که این حرومزاده بیل گیت با این ویندوز 10 بیاد اینترنت براوزر رو هم قاطی کنه. چه مرضی داشته من نمیدونم. اینترنت اکسپلورر رو شما تو 10 که باز میکنی ایج هست اسمش، اینترنت اکسپلورر نیست. برو توی گوگل تایپ کن چگونه من برگردم به اینترنت اکسپلورر، بعد بهت میگه برو اینجا اینو وردار، برو اونجا اینو وردار، برو. یعنی من و شما دیگه مثل قدیم نیست که بگیم آقا پسرم آمد پروگرامو درست کرد من باش کار میکنم. هممون باید یه انقدی از پروگرامینگ بدونیم. ضمن اینکه بازم به ما دروغ گفتن، گفتن همه این دستگاه‌ها پلاگ اند پلی، شما بزن و کار میکنه. ولی سعید که کارش کامپیوتره اون درست گفت، گفت آقا غلط کردن، تمام اینها شده پلاگ، یعنی بزن تو چیزه بسش کن و پری و بشین دعا کردن بلکه کار کنه. اینم از این، ممنونم از شما. خب جمعه هست، ما هم 5 دقیقه بیشتر در خدمتتون نیستیم، گفتم بهتون 90 دقیقه با سربی. و اینجا نوشته اوپس، این حیوان ها میدونید که خیلی بامزه هستن، اونایی که اهل حیوان و گربه و نمیدونم حتی مرغ جوجه و اینها هستن، سگ و اینها میفهمن من چی میگم. ولی اونایی که نه بعدشون میاد میگن بابا بابا مرغ چون این حیوانا رو ببره نجسمون کرد، نمیدونم آمد زبونش رو زد به من خیسم کرد. این خوشگل ببینید چجوری رفته توی این، اینا به اینا چی میگن؟ به اینا کمد میگن یا به اینا نمیدونم، در اصل توالت رفته اینجا قشنگ لابد گرمش بوده، احتمالاً از نژادی هم هست که گرمش هست، مثل جرمن شپر و هاسکی و اینا میمونه. اتفاقاً یکی از دوستای من نوشته بود که من دنبال یه سگ هاسکی میگردم، گفتم آقا سگ نگی، سگ از بزرگ کردن بچه مشکل تره. بچه شما اگه دیرت شد زنگ میزنی میگی بابا جون من دارم میام، شما ساندویچ گذاشتم توی یخچال، ولی سگ بیچاره شما نمیتونی بهش زنگ بزنی بگی من دیر میام، فعلا خودتو نگه دار، جیش نکن رو مبل، میای رو مبل و همه چی جیش کرده، بعد برای که از تو هم انتقام بگیره ببین میاد تمام مبل رو تیکی تیکی میکنه، خودش هم میره اون تو، وقتی هم میای هم خندت میگیره هم خشمت میگیره، خشم و عصبانی، از اون برم خندت میگیری که خدایا من با این چه کار کنم.
این گربه ها آی موزی های هستن. نگاه کن این گربه، نگاه کنی، من میذارم یه بار دیگه ببینی، رفته سر کمد صاحبش داره چیزها رو حالا تا دید صاحبه داره فیلم برداری میکنه، نگاه کنی ببین ببین، یواش در رو میبنده انگار نه انگار. و اما عکس بعدی این مخلوط کناب و اینا هست که برای خمیر و بستنی و این چیزها استفاده میکنن تو آشپزخونه. معمولا خب طرف درست کرده رفته اون بر، حالا مثلا درستش کنه، این گربه اومده به اصطلاح دومی به خمره بزنه و نوش جان کنه. این یکی هم که بازیگوشی کار دستش داده، رفته بین این چوب لباسی ها گیر افتاده و نمیدونم دیگه هیچ جوری بتونه خودش رو نجات بده مگر اینکه صاحبش برسه و بعد از گرفتن عکس و سند آزادش کنه. ولی من یه چیزی بهتون بگم، من خودم به عنوان کسی که الان 4 تا سگ داریم، نمیدونم چجوری یه صاحبی وقتی میاد میبینه یه مشکلی برای سگش پیدا شده یا برای گربهش، اول میره دوربینش رو میاره. شاید به دلیل اینکه تمام تلفن‌ها الان دوربین عکاسی هست این کار آسون شده. مثلا این بنده خدا وقتی صاحبش نبوده رفت سرش کرد تو سطل آشغالی، اونجا لابد یه چیزی هم خورده و اینها. بعد حالا یکی از سگای ما اتفاقا شکل اینه، الان پیرم شده 12 سالشه ولی وضعش خوبه از لحاظ جسمانی. بعد ببینید که اصلا این سر سطل آشغالی گیر کرده دور گردنش و اصلا این خیالش هم نیست، یعنی روش کرده اونور. خیلی باهوشن که یعنی صاحبش رو نمیبینه. من نمیدونم این واقعا این عکس یا فتوشاپه، هرچیه خیلی قشنگه این گربه، نمیدونم افتاده پایین اینجوری دهنش باز شده یا یه کاری داشته میکرده صاحبش دیدتش. این هم یه سگ کوچولو که رفته توی یخچال تمام چیزها رو ریخته به هم، ببینید این پایین گوشت و اینها، حالا که صاحبش آمده ببینید چجوری نگاه میکنه. ولی باز بهتون گفتم خندتون میگیره، نمیدونید باهاش چی کار کنید. اینم این سگ رفته بالای کمد توی آشپزخونه، حالا شما چجوری اینو میخوای بیاری پایین نمیدونم. ببینید نزدیک سقفه و این گربه هم داره اون قسمت بالا که فریزره باز میکنه. بعضی از حیوان ها فقط دنبال خوراک نیستن، چون یاد میگیرن که اینجا سرده، هر وقت گرمشون میشه برای خودشون رو از دست گرما نجات بدن میان اینجا. این سگ و گربه هم که با هم دوستن و بازی میکنن، حالا اومدن اینجا و زیر این صندلی و اینها. اینم صاحبش ازشون عکس گرفته. این گربه هم که از این بالا مواظب ماهی ها هست، خدا آخر عاقبت ماهی ها رو به خیر کنه. و اما این سگه هم خیلی جالبه، بازی میکنه تا صاحبشو ببینه، ببین اسباب بازی رو میندازه. ای بلا بله. اینم این رفته تو دستشویی تو توالت کاغذ توالت ها رو گرفته اینجوری. خب این آقام که خودشو گیر انداخته توی این، نمیدونم این توریه چی بوده که خودشو اینجوری گره انداخته، خدا به دادش برسه. فکر کنم باید اینا رو قیچی کنن تا این بیاد از داخلش بیرون. و این سگه هم که آمده روی مبل لم داده. ما هم یه سگی داشتیم میدونست که نباید روی مبل بره، ولی هر وقت درو باز میکردیم ما میشنیدیم میگو پلاپ، معلوم بودی از مبل پریده پایین و مینشست. بعد من میومدم میرفتم اونجایی که مبل بود، دست میذاشتم گرم بود، نگاش میکردم اون سرشو مینداخت زیر. خیلی باهوش هستن حیوانات، دست کمشون نگیری. این سگ ها فکر کنم بهشون دلمیشن میگفتن که داستان های زیادی داره. اینا معروفن که توی خانه های فایر دیپارتمان چی بهش میگن، توی آتش نشانی ها اینا رو نگه میدارن، چون آتش نشانی ها معمولا حوصله دارن و تنها هستن. اینا هم همشون آشپزای خوبی هستن، هم همشون حیوان دارن. و این حیوانایی که سفیدن خالای سیاه دارن معروفن که اونجا هستن. و یادتون باشه یکی از معروف ترین سگ هایی هستن که شما نمیتونید خوب تربیتش کنید. مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. حالا گفتیم سگ رو نمیتونیم تربیت کنیم، ببین این آقا گربه یا خانم گربه چجوری از لای مبل آمده بیرون و چه بلایی به سر صابخونه آورده. و این هم آخرینش که این گربه رفته لای پرده کرکره‌ها گیر کرده. دوستان عزیز براتون خیلی چیزا گذاشتم، ولی میخوام اگه بشه همین برنامه ها رو محدود کنم به 90 دقیقه و
بذارید باقیشو بعدن بخونم. البته اینقدر چیزای جالبیه اینا رو هی نمیخوایم بذاریم بره عقب 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 و به اصطلاح به روز باشه. اینم از این ببینیم که حالا چی شد. اگر مسلمان است پس تروریست است. این همون نامه آقای چیز هم خوندیم، آقای بهرام مشیری. و اما اینجا یک نامه‌ای به دست من رسید که اسامی مسلمان‌ها و اینکه چه کارهای مهمی کردن در رابطه با آمریکا که آمریکا امروز آمریکا باشه نوشته بود. بعد خانم شایسته الهامی چندین مقاله در این نشریه هفته دارن که حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید هفته.ca اون رو تهیه کنید یا روی وبسایت ببینید و بخونید و با ایشون در تماس باشید. نوشتن که اگر مسلمان است پس تروریست است. 26 سال پس از فاجعه اکول پلی‌تکنیک، 26 سال از فاجعه اکول، این فرانسوی هم است که پلی‌تکنیک میگذرد، حادثه‌ای که در روز ششم دسامبر 1989 رخ داد. در آن روز 14 دختر جوان دانشجو از این دانشکده به وسیله یک پسر 25 ساله به نام مارک لپین یا لوپین کشته و 9 نفر زخمی شدند. اون وقتی وارد دانشگاه شد در یک کلاس پسرها و دخترها را از هم جدا کرده و با گفتن کلمات کینه‌جویانه نسبت به مسئله فمینیسم فقط به روی دخترها شلیک کرد. بعد هم خودش را کشت. یادم هست که آن زمان قبل از اینکه مشخص بشود که چه کسی این کار وحشتناک را انجام داده، بلافاصله در اخبار شروع به گفتن و توجیه و تأکید و پافشاری روی این بود که کار یک مسلمان است و بعد هم که مشخص شد کار یک جوان سفیدپوست کبکی فرانسوی تبار است، طبق معمولی که الهانم رأس شده گفتن به خاطر مسائل روانی بوده. ممنونم از خانم شایسته الهامی. مقالایی که می‌نویسن یا ترجمه می‌کنن واقعا ارزش این داره که وقتتون رو بذارید و بخونید. از یکایی که شما عزیزان ممنونم که ما بودید. بریم یه سری شعرهای شیراز رو توسط آقای یدالله طارمی ببینیم و بشنویم و 26 دقیقه دیگه میخواستم بگم تقریبا، بعد میبینم تقریبا نیست، دقیقا 26 دقیقه دیگه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک با آقای حسن ارشاد باشیم. بعد از اون برنامه آقای شبستری و میدونید برنامه ها همین جوری به ترتیب دور میزنه. شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم. آخر هفته است. اگر اهل مشروب خوردن و خوشگذرانی هستید هیچ اشکالی نداره، مشروبتون رو بخورید، خوشتون رو بگذرونید، ولی اعتدال رو رعایت کنید. اوبر کرایه کنید، تاکسی کرایه کنید، راننده معین کنید و خودتون و دیگران رو به دردسر نندازین. تو همین منطقه دیروز یه پلیس 24 ساله بسیار جوان کشته شد و اون آقایی که زد ایشون رو کشت تا حالا 3 بار یا 2 بار قبلا هم در حین مستی، یا نمیشه بگیم در حین رانندگی مستی کرده بود، در حین مست بودن رانندگی کرده بود. مواظب خودتون باشید، مواظب دیگران هم باشید. باور کنید 60 دلار 100 دلار بدید تاکسی برید و بیاین بهتر از اینه که یه تصادفی چیز بشه که باید 2,000-3,000 دلار بدید یه وکیل پیدا کنید. آخرش هم اون میگه من قول نمیدم آزاد بشی، حداقل اینقدر باز زندان بری. مرسی که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. دوشنبه با شما خواهم بود. مرسی و به امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر. آقای شهرام همایون، آقای فرزان دلجو و دیگران واقعا زحمت میکشن، خودشون هم میگن، ولی بعضی وقتا اینها دیگه عادت کردن قلوف کنن، عادت کردن دروغ بگن. اگر از منم دروغی شنیدید، قلوفی شنیدید، لطف کنید به من بگید تا من تصحیح کنم، بیام بگم اشتباه کردم و برطرف کنم. مرسی، به امید دیدم.